با سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام تویک جلی لاک رو بهتون معرفی بکنم. این تویک مجانی هستش روی سورس ماد مای آی. شما فقط میتونید باید برین سیدیا رو که باز کردین، میرین چینجز، یه بار سورساتون رو این بالا رفرش رو میزنین، سورساتون رفرش بشه و بعد میتونین تو قسمت سرچ پیدا بکنین جلی لاک رو راحت. این تویک لاک سکرین اندروید جلی بین رو میاره روی آی او اس و توی که خیلی جالبی هم هست، با وجود اینکه مجانیه خیلی توی که خوبیه به نظرم. اینجا گفتم یه سری نکات رو نوشته در مورد توی که چه آپشنایی داره و گفته که مثلا آیپد رو ساپورت نمیکنه، یا مثلا اگه شما برای یه اپلیکیشنی پسکود گذاشتین، این برنامه قابلیت باز کردن اون برنامه رو اون اپلیکیشن رو نداره. حالا بعد از اینکه دانلود کردین، شما میتونید برین ستینگ و تنظیماتش رو خودتون تنظیم بکنید. حالا قبل از اینکه من اونا رو بهتون نشون بدم، یه خود تویک رو بهتون نشون بدم که چه جوری هستش. خب این مثل خود اندروید، اینجا مثلا من میتونم برم روی دوربین، روی مسیج، روی موزیک، یا اصلا گوشی رو آنلاکش بکنم. حالا من میرم توی ستینگ تا بهتون نشون بدم که چجوری هستش. شما بعد از اینکه سیتینگ رو باز کردیم، میرین اشتباه شد جلی لاک، و اینجا تمامی تغییراتی که ایجاد میکنین نیازی به رسپرینگ ندارن، یعنی اصلا شما خیلی راحت هر تغییری ایجاد بکنین همون موقع ایجاد میشه. یعنی مثلا من الان اینو دیسیبلش بکنم، این تویکو میبینین که همون لاک سلاید تو آن لاک معروف اومد دیگه. اینجا خیلی تنظیمات زیادی داره، مثلا میتونین این لیبل هایی که این زیر می اومد و دیگه الان نمیاد، اگه بهتون نشون بدم، این زیر مثلا می نویسه مسیجز یا فون یا مثلا موزیک، اینا دیگه تیکش رو که اون آف بکنین دیگه نمیاد. یا اگه نوتیفیکیشن ها رو میخواین که مثلا برنامه نوتیفیکیشنش بیاد، میتونین بذارین آن باشه، اگه نمیخواید میتونین بذارید آف باشه دیگه. حالا قسمت اپ شورتکات، شما 6 تا اپلیکیشن میتونین بیارین اونجا. حالا من 3 تا گذاشتم، مثلا 4 هم میتونم بذارم ماشین حساب، و میبینین که بله، اگه دست منو بتونم بذارم کنار، ماشین حساب رو اضافه کرد. تا 6 تا اپلیکیشن شما میتونین بیارین. اگه از سیری حتی استفاده میکنین یا گوگل ناو، میتونین اون سرویس ها هم آیکوناشون رو بذارین. تو قسمت اپیرنس، قسمت بعدی، شما اینجا تنظیمات کامل دارین روی ظاهر قضیه، یعنی شما میتونین دایره ای که پشتش این دایره رو مثلا رنگش رو عوض بکنین. آره، بعد میتونین یا اصلا فولی ترانسپرنت بکنین، یعنی اینکه اصلا هیچ دایره‌ای نباشه اون پشت، یا اصلا لیبل ها، مثلا اسم اون اپلیکیشنه که اون زیر می اومد و میتونین رنگ اونا رو هم عوض بکنین. اندازه اون دایره هم اونا میتونین بذاریم، حالا دایره رو بیارم، مثلا میتونیم اینو عوض بکنیم، اندازه‌شو خیلی بزرگ که همون اندازه اولیه بود، یا بیاریم تا ته کوچیک، یعنی خیلی کوچیک شد الان. هم میتونین که جاشو عوض بکنین، یعنی من الان این گزینه بعدیش مال جاشه که من الان اومد تقریبا وسط صفحه، من اگه اینو تقریبا ببرم تا ته، میاد نزدیک هوم باتن میشه. قسمت بعدی گفتم مثلا میتونین جای دوربین و لاک رو عوض بکنین، میتونین اندازه آیکونا رو، من مثلا براتون همه رو بزرگ میکنم تا ببینیم، مثلا اندازه خود لاک خیلی بزرگ شد، اندازه آیکونا هم تقریبا دیگه به حد اکثر رسید. و همینطور ترانسپرنسی هم گزینه آخر که میتونین اینا رو یه خورده ترانسپرنت بکنین، یه خورده فکر نکنم پیدا باشه از اینجا. حالا من بذارید تا ته اینو ببرم تا صفر، یعنی تا 10، صفر که نمیشه، تا 10%، میبینین که یه خورده ترانسپرنت میشه. این گزینه‌اش هم برای همونه. و بعد قسمت گزینه های وایبریشن داره، و در آخر یه گزینه که خیلی باید بهش توجه بکنین تو قسمت ادوانس، یه گزینه داره هاید بولتینز، این همیشه اینیبل باشه. چون حالا اصلا چی کار میکنه این؟ این مثلا وقتی که شما براتون نوتیفیکیشن میاد، وقتی اون تیک خورده باشه، اونجا اینیبل باشه، نوتیفیکیشناتون میان تا این قسمت
و دیگه از این قسمت پایین تر نمیان که تداخل با هم ایجاد نکنن. ولی وقتی دیسیبل باشه نوتیفیکیشناتون میان تا این پایین و وقتی شما میخواین که سفر آنلاین بکنین اینا با هم تداخل میکنه و چیز جالبی از آب در نمیاد. پس اینا اینیبل باشه. شما میتونین حتی آیکون لاک رو عوض بکنین. همینطور میتونین اگه از شورتکات کامرا استفاده نمی کنین یه چیز دیگه میتونین بذارین بجاش. مثلا من الان ساعت رو میذارم مثلا، ولی خب چیزی که هستش اینه که آیکونش عوض نمیشه، یا حداقل برای من اینجوری بود که آیکونش عوض نشد، ولی خب الان من رو کامرا که میزنم میاد رو قسمت ساعت. دیگه فکر نکنم چیزی باشه که بخوایم بگیم. نه دیگه چیزی نمونده دیگه. این بود تویی که جلی لایک. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. هر سوالی داشتین میتونین بپرسین تو قسمت کامنت ها. خوشحال میشم که بتونم جوابتون رو بدم. خیلی ممنون.